وفاداری و عهدداری به عنوان ذات خداست که در عدالت او نهفته می باشد، به طوری که حتی اگر ما بی وفایی کنیم هرچند از برکت خداوند دور میشیم، ولی دلیلی نمی باشد که خدا وفادار به آنچه که گفته نباشه. او وفادار خواهد بود و ما رو ترک نمی کنه. خدا منتظر ماست. آیا ما مطابق عهدی که بستیم منتظر او هستیم یا نه؟ هللویا. مولوی میگه اندر دل من درون و بیرون همه اوست. اندر دل من درون و بیرون همه اوست، نه فقط تو کلیسا. کلیسا که میشه مذهب اگه باشه، تو رانندگی خدا با منه، توی کارم خدا با منه، تو رابطه هم خدا با من هست. خیلی سخته، خیلی سخته، اما همه جا خدا با من هست. و من باید اجازه بدم خدا قلم روی تصمیم گیرنده میشه. خدایی که میشناسم، اگه نمیشناسم اون مذهبه، اون تو رو نگران میکنه، اون تو رو میترسونه. اصلا تو چنین کاری رو هرگز نخواهی کرد، هرگز خودتو به خدا نمیسپاری اگر اون رو خوب نشناسی. در نامه تیموتائوس 2:13 اعلام میکنه ولی اگر بی وفایی کنیم، او یعنی عیسی مسیح وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند، او نمیتواند خود را انکار کند. او نمیتونه. شاعر میگه من با تو یک دلم و سخن و قول من یکیست، من با تو یک دلم و سخن قول من یکیست، این از قول من که شنیدی سخن یکیست. خدا این گونه انجام میده. خداوند میگه گفت و شد. گفت یا شد یعنی چی؟ یعنی شما اومدی قلبت به مسیح دادی، درسته؟ خدا گفت من با تو هستم، من تو رو رها نمیکنم، من برکت زندگی تو هستم، من حافظ تو و خانوادت هستم. این رو شنیدی، از کلیسا میری بیرون، میبینی واو یه اتفاقی قشنگی افتاد تو زندگی، واو جدا خدا با من بود. میری جلوتر یه برکت، دوباره میگی وای خدا چقدر با منه. میری جلوتر یه مشکل، دوباره یه سختی، ده پس چی شد؟ اونجام خدا با تو، اونجام خدا با تو. تو سختی ها، تو شادی ها، تو غم، تو آرامش، تو برکت، تو بی برکتی روی زمین، خدا همیشه با تو هست. خدا هرگز تو رو تنها نمیذاره. خدا حامی تو هست. چقدر خدا رو میشناسی؟ اون موقع ناامید نخواهی شد. خدا در زمان توبه با تو نبوده، در زمان اجابت دعاهات با تو نبوده، خدا همیشه با تو بوده. خدا تو رو رها نمیکنه. این کلام رو من نگفتم، این آیه است که از کلام خداوند به ما داده شده که او ما را هرگز رها نمیکنه. پس هرگز نمیتونیم قیاس خودمون رو اون جایی قرار بدیم که اگر در مشکل هستم پس خدا گویا با من نیست.